خیلی ممنون که برای این مصاحبه وقت گذاشتید. با توجه به شرایطی که داشتید برای ما بگید که امید برای شما چه معنی و چه تأثیری توی زندگیتون داشته؟ شروع کنم؟ خب من اسمم امیده. من خیلی اسممو دوست دارم. میخواییم بدونین چرا؟ پس بذارید براتون قصه خودمو تعریف کنم. خوب یادم اون روز مثل همه روزای دیگه‌ام بود. طبق معمول داشتم از گشنگی میمردم. اونقدر گرسنه‌ام بود که گیج شده بودم. بوی غذا منو کشون کنار خیابون. از بچگی همیشه از جاده و ماشین میترسیدم. یه هیولای آهنی با چرخهای بزرگ با اون صدای بلندش، اصلا نفهمیدم چی شد، محکم زد بهم. حالا ببینید همون چرخا دیگه عضوی از من شده. بعد که به خودم اومدم همون جوری افتاده بودم یه گوشه. دیدم که دیگه نمیتونم راه برم. من و 3 تا از خواهر برادرامو انداخته بودن توی گونی، توی سطل آشغال. آخه خیلی این کارو با بچه گربه ها میکنن. اونا کاری کردن که حتی مادرمو درست یادم نمیاد. بعد از اون اتفاق دیگه هیچ وقت ندیدمش. یادم خواهر برادرام یه لحظه هم از صدا زدن ناامید نمی شدن. صدای ترس و التماسشون هنوز بعضی وقتا تو گوشم می پیچه. بالاخره یه دختر ما رو نجات داد. خیلی به همون رسید. دوا درمونمون کرد. من خیلی مشکل داشتم. خب البته هنوزم دارم. چشمم عفونت کرده بود. سرما خورده بودم. مشکل ریم داشتم. نفسم هی بند می اومد. 2 ماه تموم بهم آنتیبیوتیک می زدن. دکترم چند بار گفت اوتانازیم کنن. ولی صاحبم نذاشت. امید. سلام عزیزم. همسرم فولی میدونست که بالاخره از اون شرایط بد نجات پیدا میکنیم. ما مرغ عشق فال کشه یه پسر بچه بودیم. به ما یاد داده بود فال بکشیم. یاد دادن که نه. با هر بار توسری میدونستیم که بعد یه دونه اون پاکت ها رو برداریم. کارش که تموم میشد و میخواست بره ما رو میپیچون توی قوطی کبریت از این بزرگاش. بعد میکرد تو جیبش. باور کنید هیچ وقت به اون قوطی عادت نکرد. اصلا روزای خوبی نبود. زمان از دستم در رفته بود. اجازه بدید از این قسمت بگذریم. همه خیلی بی تفاوت از کنارم رد می شدن. فکر کنم یه تابستون تا زمستون رو همین جوری گذروندم. ولی می دونید هر روزی که با طلوع خورشید چشمامو باز می کردم می دونستم که هنوز فرصت نجات دارم. روزی من می رسید بالاخره. همیشه وقتی صبرم سر می اومد فولی می گفت همه چی درست میشه عزیزم. مشکلی نیست که آسان نشود. مشکلی نیست که آسان نشود. مرد باید که هراسان نشود. گاهی علکی قر می زدم بلکه این شعرهای شیرین رو دوباره برام بخونه. هنوز صاحبتون همون خانومی هستن که شما رو نجات دادن؟ بله. خواهر برادرم به خانواده‌های دیگه واگذار شدن. ولی منو چون نیاز به مراقبت‌های بیشتر داشتم پیش خودش نگه داشت. این دختر با اینکه همش مریض بودم هیچ وقت از من ناامید نشد. خب به جز من خیلی حیوانای دیگرم نجات داده. میدونی چرا؟ چون برخلاف بعضیا خودخواهی اصلاً تو وجودش نیست. به نظرم واسه خیلی از آدما زندگی ما حیوانا اصلاً ارزش نداره. چرا؟ چون زبونمونو نمیفهمن؟ منم از این دنیا لذت میبرم. از طبیعت، از زیبایی، از غذاها، از محبت. چطور شد که نجات پیدا کردید؟ بالاخره یکی کمکم کرد. یه آقایی بودن خیلی دلسوز. منو سپردن به یه پناهگاه. اونجا بود که اسم منو گذاشتن امید. اصلا خیلی سریعتر از اونی که بخوام بفهمم چی شد، همه چی رو به راه شد. بعد قرار شد منو بفرستن خارج. باورتون میشه؟ این چرخ‌ها رو هم به این هدیه دادن.
بعد یه خانواده ایرانی منو قبول کردن. میدونی نگهداری از من اصلا راحت نیست. خیلی سخته. اون پسر انگار یهو از آسمون افتاد پایین. حال ما رو دید. دلش سوخت. 2 روز با پسر بچه چونه زد تا تونست ما رو بخره. از بین این همه مرغ عشق فالکش توی تهران. اون که نمیتونه را بیفته همه ما رو بخره. اه. ولی من و فولیو خرید. به قول عطار، بر در بسته چو بنشینی بسی، بر در بسته چو بنشینی بسی، باقی شد، بر در بسته چو بنشینی بسی، عاقبت بکشاید آن در را کسی. از اونجا بود که من به چیزی به اسم امید واقعا ایمان آوردم. داستانتون واقعا عجیبه. با اون شرایط تو خیابون چجوری امیدتون رو از دست ندادید؟ خب، البته خیلی از روزام خودم رو میباختم. مخصوصا وقتی از بعضی از آدم ها کتک میخوردم. ولی میدونین؟ همیشه تای قلبم یه صدای آشنایی رو میشیدم که با هم حرف میزد. شبیه صدای خودم بود. امید. حالا حتما خیلی ها میگن این سگه چی میگه؟ یا اصلا مگه میتونه چیزی بگه یا درک کنه؟ این آدم ها و رفتارهای متفاوتشون، من اینو درک نمی کنم. یه عده اینقدر خوب، یه عده اینقدر بد. اصل خان ببخشید اینو میگم، ولی یه عده هستن میگن گربه ها محبت رو نمیفهمن. نه، اصلا اینطور نیست. از کجا میدونن؟ چرا این حرفو هیچ وقت آدمایی که با ما دوست بودن نمیزنن؟ آقای فالی، با تنهایی چی کار میکنید؟ این خانواده عزیز برام یه دونه جفت گرفتن که تنها نباشم. ولی اونا که حس منو نسبت به فولی نمیدونستن که امید من همسرم بود. وقتی اون دست نوازش اومد روی سرم و توی آغوشش پناهم داد، مهمترین درس دنیا رو یاد گرفتم. امید به زندگی. خب آقای امید، حرف آخرتون برای بیننده ها چیه؟ دلم میخواد تو این فرصتی که به من دادید از خانواده عزیزم که با این شرایط منو اینقدر خوب نگه میدارن تشکر کنم. واقعا ممنونم ازتون. برای این زندگی خوب ازت ممنونم دختر آدم. ببخشید من یکم احساساتی شدم. چایتونم سرد شد. اجازه بدیم برای بیننده هاتون با کتابم تفعلی به حافظ بزنم. اگه ناراحتتون میکنه لازم نیستا. نه نه، اینم یه قسمتی از زندگی من بوده. بله بله، اجازه بدین. به به به، بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سرایم.